دوستان عزیز بنده، انشالله ما امسال هم میخوایم خیلی پرقدرت در کنار هم باشیم و من بهتون آموزش بدم و ازتون انرژی بگیرم و انشالله نتیجه هم ببینیم و این نتیجه به همت شما بستگی داره. من و دوستان و همکارا همه تلاشمون رو میکنیم، خب در حد رتبه یک تلاش میکنیم و واقعا میکنیم، صادقانه هم تلاش میکنیم. هر معلوماتی که لازم شما رتبه یک بشید ما به شما میدیم و این کار رو واقعا انجام میدیم، ولی از شما هم انتظار داریم که پا به پای ما بیایید. اصلا مهم نیست که شما چه بیسی دارید، اصلا مهم نیست که شما چه لیسانسی دارید، اصلا مهم نیست که شما چقدر معلومات دارید. خب ما فرضمون اینه که شما صفر هستید، که فرض درستیه، درسته؟ یعنی از به بسم الله دیدید که تو ریاضی هم من رفتم از جمع و تفریق شروع کردم به گفتن، چون به این نتیجه رسیدم که بچه ها خب یا فراموش کردن یا خیلی عیالوارن یا خیلی گرفتارن یا لیسانس متفاوتی داشتن یا به هر حال خوب نیومدن بالا، دانشگاهی ضعیفی بودن، در 4 سال لیسانس بیشتر دنبال دوستیابی بودن که کار بسیار پسندیده‌ای کردن، البته چون لیسانس اصلا کار این اصلا مقطعی این کاره، چون بگذره بعد دیگه تمومه انشالله که دوستاتون رو پیدا کردید الان میخواید درس بخونید. بقیه بچه ها ما زحمتمون رو میکشیم، شده از همه چیمون میگذریم و واقعا میگذریم و انشالله شما هم این کار رو انجام بدید و اون چیزی که ازتون انتظار داریم رو انجام بدید. خیلی هم زیاد نیست بچه ها، نسبت به کنکور لیسانس زحمتی که این کنکور داره خیلی خیلی به مراتب کمتره، واقعا کمتره، ولی نظم و ترتیب خیلی مهمه، پیوستگی خیلی مهمه، هی انشالله قطع و وصل نشه کارتون. البته اینو بگم، تا کنکور حتما مشکلاتی پیش میاد واسه تون، خدای نکرده مثلا یه هفته در روز خدای نکرده مریض بشید، نتونید بخونید، مشکلی پیش بیاد، حادثه‌ای پیش بیاد، تمام اینا هست، ولی مهم اینه که بعدش دوباره برگردید و هندل کنید و جبران کنید. خوبه؟ پس اینطور نیست که شما هر روز بتونید بخونید، هر روز های باشید، هر روز انرژی داشته باشید. مشکلاتی پیش میاد، اما بعد از این مشکلات یه وقت دوچار عذاب وجدان نشید، نگید که وای من مثلا یه هفته رو از دست دادم پس کارم تمومه. نه، یک روز باقی مونده هم یک روزه، 24 ساعته، میشه ازش بهینه استفاده کرد. شما حتما دیدید بچه ها شبای امتحان چه معجزه ای آدم میکنه، مثلا درسی که توی 3-4 ماه نتونستید بخونید 2-3 روز مونده به امتحان خیلی خوب میخونید، میترکونید. ما خودم یادم 200-300 صفحه انگلیسی بعد میخوندیم، تو طول ترم هر کار میکردیم نمیفهمیدیم، 2 صفحه میخوندیم حالمون بد میشد، ولی وقتی که میگفتن آقا 3 روز مونده به امتحان میخوندیم 300 صفحه فور یادم میگرفتیم، چیزایی که واسه بار اولین بار دیدیم، چون مجبور بودیم. و از الان بچه اگه میخواید درس بخونید حس اجبار داشته باشید، نمیخوام تایم زیاد داشته باشید. خب اگه 3 ساعت وقت دارید اون 3 ساعت رو فکر کنید مجبورید که مثلا تو این 3 ساعت این 40 صفحه رو بخونید. پس واسه هر چیزی یه ددلاین بذارید حتما که توی زمان کم بهترین استفاده رو بکنید. خب حالا من الان نمیخوام خیلی از این صحبت ها بیشتر بکنم، انشالله روز یک شنبه یه همایش دارم اونجا راجبه این مسئله بیشتر صحبت میکنم و دیگه هر چیزی که راجبه کنکور 401 میگم باید ببینم کنکور 400 برگزار بشه، یه سری اطلاعات بگیرم، بعد انشالله روز یک شنبه یه هفته بعد یه همایش میذارم. بچه ها درسی که میخوایم انشالله راجبه این صحبت کنیم اسمش هست ریاضیات گسسته، اسمایی دیگه هم داره. یه بار دیگه بچه ها یه تایید بهم بدید که کلن حالتون خوبه. خب بچه ها ریاضیات گسسته یا ساختمان های گسسته ممکنه بعضی جاها به اسم مبانی ترکیبیات این درس رو ببینید. حتی مبانی ترکیبیات لزوماً همه مباحث ریاضی گسسته رو نداره، مثلا ریاضی گسسته منطق داره ولی مبانی ترکیبیات توش منطق وجود نداره، که حالا توضیحات بیشتر میدم. بچه درس گسسته‌ای که انشالله با هم تابستون میریم
میشه گفت پایه‌ای ترین درس رشته کامپیوتره. من عقیدم اینه که کسی که گسسته بلده، یعنی همه درسای رشته کامپیوتر رو به راحتی میتونه بفهمه، و کسی که گسسته بلد نیست الکی میگه من درسای دیگر رو بلدم. در واقع همه درساش یه جایی سوراخه، همه درساش یه جاییش مشکل داره، یه جاییش تو تحلیلا ضعف داره، و همه چیز برمیگرده به ضعف گسسته. این درس رو خواهشاً جدی بگیرید. من سال قبل و سال قبلش به بچه ها گفتم خب چون نمره کمی داره فقط یادش بگیرید، تست نخواستید نزنید. ولی امسال بچه ها نمره درس یه خورده میخواد بره بالا توی کنکور مهندسی کامپیوتر، تو کنکور آیتی و علوم که به شدت نمره داره، خب ضریب 4 و خفن. اصلا تو کنکور علوم به جرات میگم 70% قبولی همین یه درسه فقط تو کنکور علوم کامپیوتر. اما تو کنکور مهندسی کامپیوتر نمره کمی داشته این یکی دو سال اخیر، ولی کنکور 401 احتمال خیلی زیاد نمرش بیشتر میشه. بعد این درس رو پس تابستون جدی بگیرید و به همراه تست بخونید، پس صرف آموزش نباشه، تست هم بزنید. بعد این درس خوشتون بیاد، چاره ای ندارید. اگر میخوای رشته کامپیوتر بیای از این درس باید خوشت بیاد، چون تو تمام درساتون به یه شکلی این درس رو میبینید. واسه کنکور دکترا هم تکلیفش معلوم بشه میذارم. خب متاسفانه اطلاع رسانی ها خیلی ضعیفه از طرف وزارت علوم و سنجش. قراره یه کارایی بکنن، منتظریم خبر بدن. به محض اینکه خبر رو دادن تایید شد من سریع همایش رو میذارم توضیحات میدم. ولی الان بچه های دکترا بجز زبان و استعداد و ساختمان داده طراحی الگوریتم که پیش نیازش گسسته است کاری نکنن. این یکی دو ماه فقط به همینا بپردازن تا تکلیف معلوم بشه من مابقیش رو بگم. توضیح میدم. بی بچه ها درس ریاضیات گسسته توی کنکور مهندسی کامپیوتر تا الان ضریب 2 داشته. خب بعد تعداد سوالش هم احتمال زیاد 6 داشت. اینا احتمال همش. خوبه واسه کنکور 401 ممکنه تغییراتی بکنه، ولی از ضریب 2 پایین تر نمیاد، ممکنه ضریبش بشه بیشتر. تعداد سوالش هم از 6 تا پایین تر نمیاد، ممکنه بشه بیشتر، ولی 6 تا حداقل تعداد سوالی که داره. واسه کنکور مهندسی آیتی اگر این کنکور بمونه که احتمال خیلی زیاد کنکور 401 کنکوری به اسم آیتی نخواهد داشت، احتمال زیاد، و آیتی میره توی دل کامپیوتر. ولی اگر کنکورش بمونه گسسته ضریب 4 داره و تعداد سوالش هم 6 داشت. این قطعیه، یعنی اگر کنکورش بمونه احتمالا عوض نمیشه. حالا باز گفتم احتمالا، حتی تو ایران نمیشه گفت قطعیه، نگم قطعیه بهتره، احتمال نزدیک 100%. بچه ها کنکور علوم کامپیوتر ضریب 4 داره تو بعضی از گرایش ها، در واقع گرایش های 2 اسمش ها، و توی ضریب 2 داره توی گرایش های 1. حالا اونایی که علوم من شاید بدونن گرایش های 2 و 1 چیه که الان مهم نیست. تعداد سوالی که میاد توی کنکور علوم 20 است و از این نظر خیلی نمره داره، خیلی مهمه، و 20 سوالش در واقع یه درس تخصصی تنهاست، یعنی با درس دیگه مجموعه نیست، یه مجموع نیست. ولی بچه های علوم یه چیزی من بگم، مباحثی که شما توی این درس گسسته میخونید به درد دو درس دیگه تون هم میخوره. در واقع کسی میخواد علوم بده بچه ها، با این کلاس 3 تا از دروس علوم کامپیوتر داره پوشش میده. یکی درس مبانی منطق و نظریه مجموعه هاست که دوستانی که علوم هستن ما این دوره رو که تموم کنیم بهشون میگم تو که علوم هستی حالا بیا این بخش رو هم اضافه کن بخون که مبانی منطق رو کامل کنیم. ولی اکثر قسمت های این درس مبانی منطق و نظریه مجموعه ها رو تو گسسته میگم. و یکی درس مبانی علوم ریاضی، پس بچه هایی که در واقع علوم هستن این درس میشه گفت وحشتناک مهمه. 3 درس اساسی کنکورتونه ایشون پوشش میدن.
ولی واسه این دوتا باید یه ذره بیشتر بخونید، خب در حد مثلا 10-15 ساعت اضافه، که من بهتون خواهم داد بعد از پایان دوره، بهتون میگم خب شما این بخش رو هم فیلماش آماده است بهتون میدم که بخونید. خب اینم توضیح میدم، الان توضیح میدم. واسه تا اینجا یه کار اگه کسی مشکلی نداره یه اوکی به من بده. بچه ها درس گسسته سرفصلاش که توسط وزارت علوم مشخص شده این مباحثه و من به ترتیب اینا رو میگم انشالله. فصل اولمون مبانی منطقه، بعد در واقع گزاره ها، سورها، استنتاج، اینا مباحث فصل اول. من یه فصل یه فصل میگم این فصل به درد کجا میخوره. بچه ها مبانی منطق واسه علوم که خب حله، واسه علوم این دو درس رو به شدت، خب این دو درس به شدت به این وابستن. میشه گفت که نزدیک 100% سوالات مبانی منطق و مبانی علوم ریاضی از همین فصل یکیه که من درس میدم. اما این فصل پیش نیاز کجا هست؟ بچه این بخش منطق پیش نیاز هوش مصنوعیه. شما توی درس هوش مصنوعی بچه ها دو فصل منطق دارید، همون پارسال تغییری نکرده. توی درس هوش مصنوعی بچه ها دو فصل منطق دارید که پیش نیازش اینجاست. هرچند ممکنه شما با شخصی صحبت کنید بگه من اصلا گسسته نخوندم ولی مشکلی با درس هوش ندارم، استثناءاتی وجود داره، چون تو خود درس هوش منطق رو میان تدریس میکنن از همون اول میگن. ولی باز من میگم بچه ها کسی که گسسته بدونه و منطق گسسته رو بدونه اونجا خیلی موفق تره، ایده های خیلی قشنگتری به ذهنش میاد. حالا انشالله اونجا متوجه میشید هنوز که هنوزه اساتیدم تو منطق هوش مشکل دارن. یعنی تست منطق که تو درس هوش میاد هر استادی یه جواب میده و من نگاه میکنم میبینم چرا این اصلا اینجوریه، چرا منطق رو متوجه نیستن استادا. خیلی کم هستن کسایی که واقعا فصل منطق و هوش رو قشنگ درک کرده باشن و علتش من میگم ضعف گسسته است. پس این فصل اولم که پیش نیاز هوش مصنوعیه. بچه ها فصل دوم که راجع بهش صحبت میکنیم کمی، راجع به نظریه مجموعه ها صحبت میکنیم. نظریه مجموعه ها خیلی سنگینه یه جاهایش، خب ولی نه واسه کنکور مهندسی کامپیوتر، تا اون حدی که به درد میخوره من میگم. نظریه مجموعه هم بیس این دو درسه به شدت. دوستانی که علوم هستن در واقع بچه ها اینو بگم، علوم کامپیوتر این دو درس، یعنی درس مبانی منطق و مبانی علوم ریاضی، در واقع همین دو فصل منه. این دو فصل میشه این دو درس. این دو فصل شما بخون، دو درس رو تست میری میزنی. پس من نظریه مجموعه ها رو میگم که توش خب خیلی حرفا داریم بزنیم. عملیات روی مجموعه رو میگیم. خدمتتون عرض کنم که مجموعه های مثلا شمارا و ناشمارا و خلاصه هر چی که راجع به مجموعه است من تو این درس میگم. این پیش نیاز کجاست؟ خیلی جاها. پیش نیاز یا هم نیاز هم میتونم بگم. مثلا تو مدار منطقی. بچه ما تو درس مدار منطقی جبر بول داریم. جبر بول همینه، یعنی همین منطق و مجموعه هاست. توی درس هوش هم داریم. خدمتتون هستم که توی ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم هم داریم مجموعه. اصلا همه جا هست مجموعه. توی پایگاه داده هم هست. تو پایگاه داده ما مجموعه داریم. اجتماع اشتراک داریم. جبر رابطه ای داریم که از همین جا میاد. توی نظریه زبان هم هست که حالا هم نیازه تقریبا، چون نظریه زبان خودش میگه همون فصل اولش خودش میاد اینا رو توضیح میده، ولی باز این قسمت هم بدونید خیلی کمکتون میکنه. پس بچه‌ها میشه گفت که این بخش پیش نیاز تقریبا اکثر درس هست. البته به طور ضعیفتر پیش نیاز بقیه درس هم هست. مثلا تو معماری هم هست. چرا؟ چون منطقی خودش پیش نیاز معماریه. یا حتی میشه گفت معماری پیش نیاز یا هم نیاز سیستم عامله. پس خود به خود گسسته میشه پیش نیاز تمام این درس ها. یه جوری من همه درس ها رو نوشتم دیگه، میبینید؟ پس این بخش بچه ها پیش نیاز تقریبا همه درس هاست.
بچه ها فصل سوم میرم راجع به شمارش صحبت میکنم یا آنالیز ترکیبی و همه قواعد شمارش رو میگم. بچه ها این بخش خب شما تو درس آمارم دارید نه؟ یعنی با این بخش میشه بعضی از تستای آمارم زد و بدون استثناء تو همه دروس شما شمارش باید بلد باشید بابا جون. مثلا تو درس معماری سوال میاد که چند تا دستور وجود دارد با این خواص، یه جایی باید ترکیب استفاده کنید، یه جایی باید جایگشت استفاده کنید، یه جایی باید اصل ضرب استفاده کنید، پس باید شمارش رو بشناسید. پس بدون استثناء تو همه دروس ما شمارش داریم، تو سیستم عامل هم داریم، توی ساختمان داده هم داریم. بازم میگم بچه ها کسی اینو نخونه بره اونا رو بخونه ممکنه متوجه بشه، ولی این بیسه مورد داره، یه خورده تغییر کنه طرف نابود میشه. ما بحث بعدیمونو میبریم روی بازگشتی. بچه ها بازگشتی به شدت توی درس ساختمان داده الگوریتم خیلی خیلی اصلا یه بخش دو بخش راجبه همین داره، البته اونجا هم من میگم ولی اینجا خیلی بیسیکتر و پایه‌ای‌تر میگم. تو درس‌های دیگه هم هست، مثلا تو درس نظریه زبان هم شما بازگشتی دارید، جاهای دیگه هم هست، مثلا حتی تو سیستم عامل هم بعضی جاهای چند تا فرمول بازگشتی نوشته میشه، چون دارم درس میدم میدونم اینو، و تو درس‌های دیگه هم خود به خود دیده میشه. مثلا نمیشه آدم بازگشتی بلد نباشه بعد مثلا بره بگه من دارم گراف رو میخونم میفهمم. یه جاهایی از گراف رب داره به این قضیه، به این بازگشتی ها، این تفکر بازگشتی رو باید بدونید. خب بچه ها فصل بعدیمون میریم سراغ رابطه و تابه که یه چیزایی ازش میدونید. اینا بچه ها پیش نیاز ساختمان داده الگوریتم به شدت، پیش نیاز پایگاه داده است، اونجا پایگاه داده رابطه ها رو خیلی زیاد نیاز داره. حالا به طور کمرنگ تر توی بقیه درس ها دیده میشه، چون به حال تابه رو همه دروس دارن، مثلا سیگنال سیستم هم تابه داره، مدار منطقی هم داره، توابع بولی مثلا. خوبه؟ پس همه جا ما یه رابطه یه نیازی به این توابع و روابط داریم. فصل ششم راجب پاست و لتیس و جبربول صحبت میکنم. این بچه ها یکم کمتر پیش نیازه، این فصل پیش نیاز تقریبا خیلی کم، فقط جبربولش تو مدار منطقی هم هست که اونجا مستقلا گفته میشه با یه نگاه دیگه اصلا. پس فصلشیش از اون فصل هاست که میشه گفت که پیش نیازیش خیلی کمرنگ تره. فصل هفتم میرم سراغ گراف و درخت. گراف و درخت بچه ها به شدت توی درس ساختمان داده و الگوریتم میتونم بگم بچه ها 50% بیشتر، 60% درس ساختمان داده و الگوریتم گراف و درخته. حالا چرا اینجا گفته میشه اونجا هم گفته میشه؟ ما تو گسسته بیسا رو میگیم، تعاریف رو میگیم، اصول رو میگیم، توی ساختمان داده و الگوریتم بچه ها الگوریتما رو میگیم و نحوه استفاده از این بیسا رو اونجا کار میکنیم. بچه ها گراف و درخت توی هوش مصنوعی هم به شدت استفاده میشه. گراف و درخت توی درس همه دروس نظریه زبان هم هست، اونجا گراف دارید. توی مدار منطقی هم هست، اونجا هم گراف دارید. یکم از مفاهیم گراف رو لازم داریم اونجا ها. پس باز بخش مهمیه. بخش هشتم بچه ها میرم سراغ یه لحظه عذر میخوام. الو بچه ها عذر میخوام قطع کردم. صدای منو دارید؟ بله. سایر دوستان صدا تصویر همه چی هست. بچه ها فصل هشتم میرم سراغ نظریه اعداد و هم نهشتی و استقرار. بچه دونستنش خیلی خوبه، کمک میکنه. حالا مثلا کجاها استفاده میشه؟
توی ساختمان داده الگوریتم باز ما یه بخش داریم به اسم هشینگ. خب تو هشینگ از این استفاده میکنم. توی سیستم عامل هم به طور ضعیف‌تر یک چیز دارم، یه هش دارم، در واقع پیج تیبل، هش پیج تیبل دارم، هش پیج تیبل هم از این استفاده میکنم. سایر دروس هم میدونم که کم و بیش بچه ها توشون نظریه اعداد، مثلا توی درس نظریه زبان، خب تو درس نظریه زبان یه جاهای آدم هم نهشتی بلد باشه خیلی کمکش میکنه. مثلا یه اتومات ها بکشید که نمیدونم رشته هایی که نمیدونم مد دوشون صفر مثلا تشخیص بده، و یکم ضعیفتر تو درس مدار منطقی. یه بخش دیگه بچه ها تو کتاب هست به اسم سیستم جبری. سیستم جبری حذف شده و نیاز به خوندنش نیست. خوبه؟ تو سرفصلمون دیگه نیست. من فکر کنم نوشتم بچه ها این همه سرفصلای درس ماست که همونطور که دیدید همشون به شدت پیش نیازن. انشالله من اینا رو بچه ها در طی حدود 2 ماه و نیم الی 3 ماه با هم میریم جلو. اما شیوه کلاس چجوریه؟ ببین بچه ها، من 2-3 سال به این نتیجه رسیدم. آره، پیش نیاز ریاضیتون خیلی زیاد نیست، در همون حدیه که گفتم. همین کلاس پیش نیاز که میذارم کفایت میکنه. خوبه؟ پس اون پیش نیازی که این درس خودش نیاز داره در حد همون کلاس پیش نیازیه که گذاشتم. بیشتر از اون نیاز ندارید. نه خب، بچه من 2-3 سال به این نتیجه رسیدم که تدریس کامل تو کلاس آنلاین بازدهیش پایینه. چون انرژیش کمه دیگه. یعنی من نشستم با دیوار دارم صحبت میکنم، مخاطب رو به اون صورت نمیبینم، بعد اون انرژی خیلی ضعیفه تو این کلاس ها، بعد خیلی خسته میشه آدم. مثلا فرض کن 6 ساعت، مثلا من سال اولی که آنلاین شروع کردم 6 ساعتی کلاس میذاشتم، بعد خیلی دیگه پدرمون در اومد. یعنی تدریس میکردم کامل، بعد اون وقت به حل تست دیگه نمیرسیدیم. واسه همین بچه ها 2 سال یا 3 سال تصمیم گرفتیم که مثل خیلی از دانشگاه های اونور آب بیایم آموزش رو به صورت آفلاین به بچه ها بدیم و تو این کلاس بچه ها برنامه بدیم بهتون طبق اون فیلم های آفلاین، و تو این کلاس حل تست و حل مسئله و مرور و جمع‌بندی و رفع اشکال انجام بشه و این بازدهیش فوق العاده بیشتره. فقط یه شرطی داره، شرطش اینه که عزیزان همراهی کنید. البته کلاس تدریس خالی هم باشه باید همراهی کنید. مثلا یه زمانی من کلاس حضوری داشتم که الان خب به خاطر کرونا نداریم. خب هر هفته بچه ها کلاس می اومدن چون مجبور بودن، فیلمی هم ضبط نمی شد، مجبور بودن بیان کلاس. ولی مثلا یه درصدیشون 30%، 40% نخونده می اومدن. مثلا طرف هفته قبلشون نخونده بود می اومد، خب اون کلاس به دردش نمی خورد. ولی می گفت بیام دیگه، بیام حالا کلاس حد دست ندن، نمیدونم یه جزوی حداقل بنویسن. اینجوری نباشید لطفا. لطفا هر هفته سعی کنید برنامه‌ای که میدیم اجرا کنید. اگر احیانا نتونستید مثلا 1 هفته سر کلاس حاضر باشید، فیلم کلاس ضبط میشه، حداکثر روز بعد آپلود میشه، همون هفته فیلم رو ببینید. یعنی از برنامه عقب نمانید. بچه الان شاید فکر کنید وقت زیاد دارید، ولی واقعا وقت زیاد ندارید. واقعا وقتتون به نظر منم کم هم هست، زیاد نیست. کسی که رتبه میخواد از الان نباید چیزی رو از دست بده. پس من خواهشم اینه برنامه ما رو اجرا کنید. و باز میگم بچه ها اشکالی نداره اگر شما مثلا 1 جلسه نتونستید کلاس بیاید. خب نتونستید، ولی همون هفته جبرانش کنید و سعی کنید کلاس بیاید، سعی کنید سر کلاس حاضر باشید. اینجوری هم انرژی من بیشتر میشه، هم حال شما بهتر میشه. سر کلاس باشید، گاهی حالا چند تا سوال هم میپرسید، یه بحثی هم میکنیم، یه چیزی هم میگید که من بیشتر یاد بگیرم. خب انرژی من بیشتر میشه، بهتر با هم تعامل میکنیم. پس سعی کنید کلاس رو باشید لطفا تا جایی که امکان داره.
ولی اگه نتونستید یه جلسه دو جلسه، عیبی نداره، فیلمش هست، میگیرید میبینید. پیش نیاز رو همین امروز کلاسش رو برگزار میکنیم، چهارشنبه هم فکر کنم بعد از منطقی کلاسش رو بذاریم. بعد منطقی هم فقط یه معرفیه، فکر کنم این هفته کلا پیش نیاز تموم بشه دیگه. امروز به هر حال ما کلاس پیش نیاز ریاضی رو داریم، احتمالاً چهارشنبه هم داریم، احتمالاً انشاءالله اگه من مشکلی پیش نیاد بعد از کلاس منطقی میذاریم تموم بشه. خب بچه ها، امروز من درس نمیخوام بدم، فقط اون جلساتی که مشخص میکنم رو باید تا هفته بعد ببینید. خب فکر کنم دو سال پیش تغییری نکرده. بچه ها لطفاً برای هفته آینده که دیگه کلاس جدی شروع میشه، 9 تا فیلمه به خیلیاتون گفتم شروع کنید ببینید. خب 9 تا فیلم فصل اوله، یعنی منطق، هر فیلم حدود 1 ساعته. 9 تا فیلم بچه ها میشه 9 ساعت، ولی حدود 20 ساعت زمان میخواد. پس بچه ها الان برنامه ریزی کنید، این هفته حدود 20 ساعت گسسته باید بخونید. یه هفته هم وقت دارید، خوبه؟ پس یه 20 ساعتی من ازتون این هفته چی میخوام؟ گسسته میخوام که این 9 تا ویدیو رو ببینید، قشنگ تحلیل کنید، درک کنید. خب و من تعدادی سوال میدم بهتون در این هفته، بررسی کنید. حالا من چیکار میکنم سر کلاس هفته ی آینده؟ سر کلاس من مرور میکنم درس رو، جمع‌بندی میکنم، نکات رو میگم و حل تست و حل مسئله انجام میدم و رفع اشکال. بازم میگم بچه، به نظر من این بهترین سیستمیه که میشه واسه یک کلاس برگزار کرد. فقط این که ما جلسه اولمون یه ذره سنگینه، جلسات بعدیمون فیلماش کمتره. خب مثلا هفته بعد 2 تا فیلمه، 3 تا فیلمه، جلسه اولمون فیلماش زیاده یه مقدار. آره من تو همین هفته میدم سوالات رو، ولی انجام بدیم این هفته رو. پس یه 20 ساعتی وقت بذارید، چون اکثرتون با من یه صحبتی کردید بهتون گفتم ببینید. خب واسه همین این هفته رو زیاد دادم، خیلیاتون دیدید. پس این هفته بچه های 9 تا ویدیو رو میبینید. فیلم هم که اگه نگرفتید از پشتیبان بگیرید دیگه، آیدی پشتیبان هم که دارید دیگه، نه؟ آیدی پشتیبان مهستان آندرلاین CE. فیلم ها رو بگیرید و نقطه رو ببینید و تست ها رو هم بهتون میدم. بعد یه نگاهی بندازید به تست ها، سر کلاس با هم حل میکنیم این درس. بچه ها کتاب هم داشته باشید بد نیست. خب واسه لینوکس نداریم پلیر، خب یه چیز کنید دیگه، ویندوز مجازی نصب کنید. نمیتونید یه ویندوز مجازی چیزی نصب کنید دیگه؟ آره چون بعضی از بچه ها این کار کردن مشکل حل شد. یا اگه تهران هستی یه پیغام به من بده، یه قرار بلاد بذارم بگم چی کار کنی، یا کلا صحبت کن. بعد سرفصل های ویدو، خب 9 تا ویدو اول منطقه دیگه، 9 تا فیلم اول، 9 تا فیلم اول میشه منطق. منظورت اینه؟ من فعلا 9 تا رو میخوام ببینید، هر هفته بهتون میگم کجا رو ببینید. اگه منظورت اینه که 9 تا فیلم، الان میگم بهتون، الان پس فعلا 9 تا فیلم اول فقط، از من هم نمیخوام جلوتر برید. نه ورژن جدید فعلا تهیه نشد. ببینید بچه ها این مشکل سرعت من خیلی تست کردم، مشکلش خیلی حاد نیست واقعا. یعنی شما سرعت فیلم رو 2 برابر میکنید، خیلی عقب جلو نمیره فیلم. من نمیدونم، یعنی من خیلی تست کردم، روی چند تا دستگاه تست کردم، اونقدر حاد نیست که اصلا بخواد شما رو اذیت کنه. آخه من چند تا پلیر دیگه هم داشتم، اون پلیرهای دیگه خیلی بد بود، یعنی سیستمتون رو قفل میکرد، اصلا همه چی رو میبست. بعد الان توضیح میدم بچه ها کتاب خوبه داشته باشید. هرچند که ما بیسمون فیلم و همین کلاسه، یعنی اینا کفایت میکنه، ولی بعضی وقتا آدم خسته میشه. یعنی بعضی وقتا دوست دارم یه تکستی جلوش باشه، یه ورقی بزنه. خب یا به خصوص اون اواخر میخوای یه مرور کنی، داشتن تکست خیلی کمکت میکنه، داشتن کتاب. اگه میخوای کتاب داشته باشید که خوبه داشته باشید، کتاب ریاضیات گسسته جلد آبی،
جلد آبی، چاپ 18 به بعد. و ما این کتاب رو کار میکنیم. خب بچه‌ها یه کتاب دیگه هست نارنجی، ما فعلا کاری به این نداریم. پس من فعلا بچه ها تو کلاسم کاری به کتاب نارنجی ندارم. علتش اینه که سنگینه فعلا. کتاب آبی بچه ها شامل چیه؟ کتاب آبی شامل درسنامه است به علاوه تست های کنکور سالهای گذشته. کتاب نارنجی چیه؟ کتاب نارنجی که مال پوران پژوهشه بازم، شامل حل تمرینات کتاب گریمالدی و روزنه. دوتا مرجع اصلیتون این دوتا بابا جون. مرجع اولتون گریمالدیه، مرجع دوم روزن. و تو نارنجی بچه من اومدم تمرینات این کتابا رو به صورت تست در آوردم، جواب دادم. جوابش هم خیلی عالیه. عیبی نداره کسی خواست بخونه. بچه اگر کسی به کلاس من مسلط بود، یعنی اومد سر کلاسیت خب تستا همه رو بلده، وقت هم داره، اشکال نداره نارنجی بخونه، یعنی نارنجی تست بزنه. ولی من توی کلاس فعلا با نارنجی کاری ندارم. نارنجی مراحل بعده، یعنی زمانی که ما به این درس مسلط شدیم میریم سراغ نارنجی. پس الان سراغش نمیریم. اگه حرفای منو کاملا فهمیدید یه تایید بکنید. خب یه توضیح هم بچه ها بدم. حالا من کل کتاب رو بهتون میگم چشم. الان اونم الان میگم باشه. بچه های نازنین، بچه های عزیز، ما یه گروه داریم واسه شما. خب یه گروه 1401 داریم و یه کانال 1401. بعد هفته بعد فصل 1 فکر نکنم تموم بشه. خب ولی شما فرض کنید که هفته بعد تموم میشه، این هفته و نقطه رو ببینید. ولی الان بهتون نمیگم الان فرض کن تموم میشه، ولی احتمال زیاد میمونه و چون گسترده از فصلش. ولی میخوام شما با این فرض که تموم میشه این هفته وقت بذارید، میخوام انرژی بذارید این هفته، اصلا 20 ساعت وقت بذارید این فصل رو بخونید. بچه یه گروه 401 داره، ما یه کانال 401. گروه رو گذاشتیم واسه بحث درسی. اگه سوال داشتید تو این گروه بپرسید و ترجیحاً بچه خیلی پیوی نیایید بپرسید، مگه اینکه سوال خاصی باشه از خود من داشته باشید. خب سوالات درسی رو خجالت هم نکشید بابا جون. نگید من سوالم احتمالاً آسونه، بچه ها میخندن گریه میکنن یا هرچی. سوال درسی رو تو این گروه بپرسید، من انشالله سعی میکنم جواب بدم. یه کانال هم هست که ما تو این کانال که حتما بگید عضوتون کنن، فیلم ها و پی دی اف ها و اینا رو قرار میدم، اینا رو تو این کانال قرار میدم. خب البته این کانال دیسکاشنش در واقع لینک به این گروهه، هرچی تو این کانال میذارم تو گروه هم میاد، ولی تو گروه چون ممکنه صحبت بشه و این مطالب گم بشه کانال هم داریم. پس تو کانال بچه من اون صحبت های اساسی رو میکنم، میذارم فیلم ها و پی دی اف ها و مثلا برنامه کلاس ها و اینا رو من تو این کانال میذارم. پس شما بچه ها لطفا هم تو این گروه عضو باشید هم تو این کانال. یه خواهشی هم دارم بچه ها، تا جایی که امکان داره اگه با من دارید جلو میایید، از همه گروه ها و کانال های مربوط به کنکور ارشد یا دکترای کامپیوتر لفت بدید لطفا، به جز کانال اصلی من که یوسفی کلاسه. علتش بچه ها اینه که کم کم انشالله میفهمید مختون آسیب میبینه. خیلی عوامل منفی هستن توی این گروه ها و کانال ها. بچه درسخونی وجود نداره. خب آدم های مریض زیادن، میان ذهنتون رو خراب میکنن. و شما اگه آدم ضعیف و نفسی باشی و ایمانتو به من از دست بدی کارت تمومه. من میخوام بچه ها تا لحظه آخر به من ایمان داشته باشید، مثل تمام بچه هایی که این 22 سال به من ایمان داشتن و نتیجه گرفتن. یه لحظه یه جا ایمانتون رو از دست میدید بچه ها، خب فقط یه لحظه، من میگم کارتون تمومه. یعنی یه جا یه مطلب رو نفهمید، میگید آخ دیدی یارو گفت که مثلا این کتاب ضعیفه و من نفهمیدم، دیدی پس برم منبعمو عوض کنم، وای به حالتونه. من میگم هیچ وقت نتیجه نمیگیرید، سوس عنصر نباشید. پس لطفاً بچه‌ها لفت بدید اون گروه ها، بجز آسیب روانی و
چون من میشناسم، من الان بچه‌هایی که دارن کار میکنن که خیلی هاشون شاگرد خودم بودن و میدونم چه مرضایی دارن، خب میشناسمشون، سالم نیستن متاسفانه. توی این فضای کنکور آدم سالم خیلی کم وجود داره که داره کار میکنه، خیلی کم، خیلی کم. و این آسیبش به شما میرسه، شما یه سال زندگی تو از دست میدی، وقت تو از دست میدی، نتیجه نمیگیری. وگرنه ما که هم هستیم، سال بعد هم هستیم، سال بعدش هم هستیم، ما چیزیمون نمیشه. پس لطفا بچه این کاری که میگم انجام بدید، تا جایی که امکان داره تمرکز داشته باشید. از الان بازم میگم فکر نکنید وقت زیادی دارید. خب انشالله که این دفعه واقعا مشکلی پیش نیاد خانم سایی و بتونی ادامه بدی، من دیگه آرزو میکنم. ولی یکم نگاه از بالا داشته باشید. مثلا اگه یه 10 روز مشکلی پیش اومد، 20 روز مسئله‌ای پیش اومد، خدایی نکرده، ادامهشو بگیرید. هی به اون گذشته فکر نکنید که وای من 10 روز از دست دادم. خب پس ادامه رو، نگاه رو به جلو داشته باشید. پس این هی شما رو عذاب نده، عذاب وجدان نداشته باشید، بدترین چیز همینه. بچه در مورد کتاب ها من سریع بگم چه کتاب هایی لازمه که داشته باشید، اونایی که حالا نمیدونن، بعد کلاس رو خاتمه میدم. آره من تو جریان هستم، آره متاسفانه من اینو دیگه بزرگترین غم عالم همینه، واقعا بزرگترین غم عالم همینه. یعنی مادر تسلیت میگم، یعنی اصلا شوخی نیست دیگه، هیچ کاریش نمیشه کرد. این که آدم بتونه بعدش تحمل کنه و خودشو نگه داره و بتونه ادامه بده خیلی کار میخواد، درکش میکنم. خب بچه ها کتابایی که خوبه داشته باشید من سریع لیست میکنم، هرچند که میگم بیس ما رو ویدئوه، خب ولی کتاب داشتن کمکتون میکنه. من سریع مینویسم. واسه زبان، لغت، کتاب زیر ذره بین. کتاب های دیگه هم هست، حالا کسی اگه کتاب دیگه ای داره بگم، من بگم خوبه یا بده. خب واسه زبان، گرامر، کتاب زیر ذره بین. حالا فعلا گرامر لازم ندارید. واسه زبان تخصصی هیچی، فعلا هیچی نمیخواید. واسه گسسته که گفتم جلد آبی، پوران پژوهش، چاپ 18 به بعد، نویسنده منم. بعدها جلد نارنجی، پوران پژوهش، هر چاپی، نویسنده هم بنده. واسه آمار بچه ها من اصلا نمیگم بخونید، فعلا هیچی. آمار فعلا هیچی. آره خوبه، لغت میتونه کتاب این باشه، یا می‌نویسم، یعنی یکیش کافیه، essential words. پس اگه این هم دارید کافیه، دیگه نمیخواد زیر ذره بین بگیرید. یا حتی کتاب نویسنده زهرا آهنگر، این هم خوبه. واسه گرامر هم همینطور، یا کتاب زهرا آهنگر، اوکی اینم خوبه. واسه درس نظریه داشتن کتاب شاپوری خیلی کمکتون میکنه. اگر بچه‌ها از نظر حالا تهیه کتاب مشکل ندید، کتاب لینز هم بگیرید. من به علاوه میذارم، جفتش کنار هم خیلی خوبه. اگر از نظر حالا میگم مالی و اینا مشکل نیست و میتونید تهیه کنید، داشته باشید بد نیست. من کلا مرجع میگم نخونید، خب مرجع واسه ایام کنکور خوب نیست، ولی دو تا از درساتون یا سه تا که الان نام میبرم مرجع خوندن کمکتون میکنه. یکی همین نظریه است، لینز دم دستتون باشه خوبه. واسه سیگنال کسی کتاب میخواد بخونه، کتاب نصیر تقدسی جلد اول. درس ساختمان داده، طراحی الگوریتم، اینو نمیدونم چه مترجمی خوبه خانم فرزانه پور، انتشارات فکر کنم نس یا ناقوس خوبه، ناقوس بکنم لینز. ببین قدیما صرافی بود، صرافی نامی بود خوب بود، صرافی پور یا صرافی زاده بود، از قدیمی که من دانشجو بودم یادمه که بود و ترجمه خوبی بود. الان کیا ترجمه کردن نمیدونم، ولی همین آقا رو پیدا کنید به نظر من خوبه، خیلی قدیمی هم هست. واسه ساختمان داده فقط جعفر نگیرید، بله فقط ترجمه های جعفر رو نگیرید، حالا ترجمه هر کسی که بوده نداره. بچه ها ساختم مثلا حاج رسولی ها ترجمه هاش خوبه، صرافی ترجمه هاش خوبه. بچه ها ساختمان داده کتاب آبی پوران چاپ
11 به بعد، نویسنده یوسفی. الگوریتم هم کتاب آبی پوران، چاپ 10 به بعد، باز یوسفی. بعدها نارنجی، هر چاپی. خوبه؟ که باز نویسندهش من. واسه هوش کتاب خوبی واقعا وجود نداره. از اون درساز خوب راسل رو داشته باشید. پس این از اون درساز که مرجع میخواد. در کنارش یک کتاب مثل کتاب نصیر یا راهیان یا حتی پوران. هر سه تا خوبن. متاسفانه وقت نکردم با هم کنم. من تکستش رو با هم نوشتم ولی خب فرصت نکردم. نمیدونم به امسال برسه یا نه. الان دو تا کتابه. ولی من تکستش رو دارم یک کتاب ولی الان نیستش. الان نمیتونم بدم. مثلا بعد دو تا کتاب بگیرید به امسال هم فکر نکنم. انقدر برنامه‌ها دارم که فکر نکنم بتونم برسونم. راسل یه ترجمه حاج رسولی هست فکر کنم خوبه، فکر کنم. تا جایی که یادمه فکر کنم حاج رسولی یه ترجمه داشت از راسل. حالا کسی اگه میدونه کمک کنه به من بگم. واسه یه درس دارم به ترتیب میرم: منطقی، معماری، پوران، آبی. اینم پوران، آبی. بعد این چاپ 18 به بعد. این چاپی که میگم خیلی عوض شده، خب تغییرات زیادی کرده. چاپ 16 به بعد. واسه یه درس دیجیتال، حالا اگه خواستید بخونید لازم نیست تهیه کنید الان، کتاب آقای غلامی تو بازار یه توی نت سرچ کنید، خب کتابشو میبینید که مال چه انتشاراتیه. کتاب آقای غلامی کتاب خوبیه. واسه یه درس سیستم عامل، کتاب خیلی حالا بگم جمع جوری نداریم ولی هرچی از گنده است. یا راهیان ارشد بگیرید یا کتاب چیزو بگیرید، یا کتاب پارسه یا پر مال آقای حقیقت. میگم فعلا نگیرید دیگه، فعلا دیجیتال مثلا معلوم نیست که بمونه یا نه. خب سیگنال هم معلوم نیست بمونه یا نه. منم تو برنامه هاتون نذاشتم، لزومی هم نداره الان بگیرید، ولی فقط نوشتم که اگر مون این کتابا خوبه. واسه درس شبکه پیشنهادم اینه کسی میخواد بخونه کتاب کراس راس رو حتما بخونه، به علاوه یه حل تست رایگان آقای فرزان. این بهترین نسخه است. کتابایی که موجوده همش مورد داره. واسه پایگاه هم بچه‌ها کتاب مثلا راهیان ارشد کتاب خوبیه، یا حتی کتاب مقسمی از قدیم بوده، اینا کتاب بدی نیست، حالا خیلی به روز نشده ولی کتاب خوبیه. این کل کتابایی که باید بگیرید. ریاضی کدام نخونید عزیزان من دیگه، ریاضی کدام کلا بی خیال، کی خونده که شما بخواید بخونید. خب دوستان، خب علوم رو من بذارید یه وقت دیگه بگم باشه، چون هنوز مراجعش رو کامل نمیدونم چیست. کدوماش رو از چه نظر؟ نه که دوتا می نویسم، نه که دوتا می نویسم، اولیش بهتره. کدوم درس ها؟ پکیجمون دیگه. اگه می خواهید درس های درست بخونید، پکیج درس هایی که پیشنهاد دادیم بهتون چی هست؟ گسسته، منطقی، نظریه، معماری، ساختمان داده و طراحی الگوریتم، هوش، پایگاه داده، سیستم عامل. این درس های پیشنهادیه که باید بخونید. کسی اینا رو بخونه من میگم رتبه ها رو میاره. واقعا با همه وجود بخونه. رتبه چی میخواد؟ یه رقمی من میگم میاره. خب ولی حالا کسی اگه اینا رو خوند بعدن به من اومد گفت که پاییز، البته خب پاییز اومد به من گفت که استاد من اینا رو دیگه مسلطم، خب میگم خب سه درس مونده. چیا مونده؟ سیگنال اگه بمونه، دیجیتال اگه بمونه و شبکه. میگم این سه درس بگو کدومشو بیشتر بلدی، همونو تو برنامه‌ت بذار بخون. هر سه تا هم کلاساش وجود داره، فیلماش هم وجود داره. آره اینا رو تا آخر پاییز میخونیم. بله تا آخر پاییز اینا رو میخونیم به جز پایگاه داده شد. در واقع بخوام راست بگم تا آخر دی ما این درس‌ها رو کامل میخونیم، کامل کامل. بعد بهمن و اسفند جا داره که یه درس اضافه کنیم اگر این کاره ایم. اون موقع با مشاوره این کار انجام میدیم. فعلا نه، فعلا بهش فکر نکنیم. بچه ها میگن سنگ بزرگ نشونه نزدنه. بعضیا چون نمیدونن چه خبره، خب مثل شماها الان داغید میگید من همه رو میخونم. بعد حالا کم کم متوجه میشید بچه ها.
کم کم میفهمید که همین تعداد رو بخونید شاهکار کردید. چون این تعداد فقط خوندنش نیست که، جمع‌بندی میخواد. هی فراموش میشه. هی باید جمع‌بندی بشه، هی باید مرور بشه. بعد اگه درس ها زیاد بشه جمع‌بندیش هم دیگه غیر ممکن میشه، مگه اینکه آدم نابغه باشه. نابغه ما تو کنکورمون نداریم. و من میگم بجز این درس ها نهایت یه درس دیگه کسی بخونه دمش گرم، نهایت یه درسی نخونم اب نداره. پس این نسخه مهندسی کامپیوتره. خب یکی از دوستان گفت علوم، من میگم علوم اگه هستید خب الان فقط و فقط به این فکر کنید، فقط گسسته به شدت، نظریه زبان به شدت. اگر فرصت شد ساختمان داده الگو، من میگم فقط به این بینا فکر کنید که مرجعش هم نوشتم، به هیچی دیگه فکر نکنید. ساختمان داده الگو، ساختمان داده و طراحی الگوریتم، اگر علوم هستید باشه. اینا رو که خوندید بعد به من رجوع کنید، من بهتون میگم ادامه کار چه کار کنید. چون سرنوشت بچه های علوم این سه درسه، این سه درس همه علومه. چون با گسسته دو درس دیگه هم پوشش میدید و دیگه رتبه رو میارید. و بچه ها دیگه من هم گفتم دیگه زبان هر روز تو برنامه باشه. این که چی؟ زبان لغت، جدا از بحث، جدا از درس ما، زبان تو برنامه تون باشه. خب دوستان اگر سوال خاصی ندارید من این جلسه رو خاتمه بدم. یک ساعت دیگه بچه ها میگیم واسه ریاضی. لینک ریاضی فرق داره با این دیگه، با یه لینک دیگه بعد بیایید. اگه سوالی الان هست بپرسید، انشالله هفته بعد دیگه درس رو شروع میکنیم. خب سوال خاصی اگه نیست که ما خداحافظی کنیم. باز اگه سوالی بود بچه ها خب توی همون گروه بپرسید. یکی از دوستان میگه 600 مسئله میتونید داشته باشید، اشکال نداره، ولی سوالات 600 مسئله همون کتاب آبی و نارنجیه. یعنی همش رو آوردیم تو آبی و نارنجی. 600 مسئله دو دسته سوال داره، یه سری سوالات کنکور تو آبیا هست، یه دسته سوالات غیر کنکور تو نارنجی هست، ولی داشته باشید. فقط این که من میگم 600 مسئله مال دانشجو نیست، مال استاده. حلای 600 مسئله سنگینه، توضیحاتش خیلی شفاف نیست، الان نمیتونید بفهمید. حالا هر زمان که داده الگوریتم مسلط شدی برو سراغش، الان خیلی زوده، بری دپرس میشی الان، پس ولش کن. خب یه چیز دیگه هم بگم تا نرفتید بچه، اگر اینم داشته باشید لحظه، اگر کسی با برنامه تابستون جلو اومد، خوب دقت کنید، و دید باز فرصت داره، خب فرصت داره، وقت آزاد داره، فیلم آفلاین ساختمان داده الگوریتم رو بگیره و ببینه باشه، چون داده الگوریتم رو زودتر هم ببینید اب نداره، خوبم هست. پس شرطش بچه های اینه، شما اومدی کلاس گسسته منطقی نظریه، هر کاری من میگم دارید انجام میدید. خب تابستون من میگم گسسته منطقی نظریه، این سه درس، ولی داری میبینی که وقت داری، داری میبینی که خب میرسی با این کلاس ها، رسیدی با برنامه، اومدی جلو، وقت هم داری. ساختمان داده الگوریتم هم تو برنامهت بذار، فیلم آفلاینش رو شروع کن دیدن که تو پکیجتون هست، پشتیبان بهتون میده. اگه فهمیدید چی گفتم یه تایید به من بدید. خب دوستان خسته نباشید، من یه 10 دقیقه دیگه کلاس ریاضی رو میام. فعلا خدا نگهدارتون.